درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 15 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 24 آذر ماه سال 1402 خورشیدی. افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. بر اساس گزارش ها این درگیری که به کشته شدن چند تن از مهاجمان و نیروهای پلیس منجر شد چند ساعت به طول انجامید. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مصطفی مهمی نماینده علی خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و محمد کرمی استاندار این استان در پیامی مشترک روز شنبه 25 آذر ماه را در این استان عزای عمومی اعلام کردند. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در منابع رسمی و حکومتی 12 نیروی پلیس در این حملات کشته و دست کم 7 تن دیگر زخمی شدند. جیش العدل با تکذیب آمار رسانه‌های حکومتی مدعی شد که در این حمله 50 تن از نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند. مقامات حکومتی خبر دادند 2 تن از مهاجمان کشته، 1 تن زخمی و دستگیر شده و مابقی گریخته‌اند. مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه روز 24 آذر ماه از حمله گروه جیش العدل به مقر نیروی انتظامی راسک ابراز نگرانی و تأسف کرد و به خانواده ماموران کشته شده تسلیت گفت. بعد از نماز جمعه مردم زاهدان در فضای امنیتی راهپیمایی سکوت برگزار کردند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های خود به همه طرف ها و طیب ها توصیه کرد که امنیت را حفظ کنند. اسماعیل زهی تاکید کرد که این مسئله حیاتی و مهم است که امنیت استان سیستان و بلوچستان به هم نخورد. اسماعیل زهی در بخش دیگری از خطبه های 24 آذر ماه گفت که روز پنجشنبه در نشست مدیران مدارس دینی اهل سنت سیستان و بلوچستان درباره موضوعات روز سخن گفته و به همین دلیل در خطبه های امروز در این باره صحبتی نمی کند. مولوی عبدالحمید در نشست بار دیگر بر ضرورت محاکمه و مجازات آمران و عاملان جمعه های خونین زاهدان و خاش تاکید کرد. خواهان رفع تبعیض نسبت به اهل سنت شد و گفت زندانیان سیاسی و به ویژه علمای اهل سنت باید هر چه سریعتر آزاد شوند. به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالمجید مرازدهی، مولانا فتحی محمد نقشبندی، مولانا فضل الرحمن کوهی و برخی دیگر از علما در مناطق کردنشین همچنان در زندان هستند. اسماعیل زهی همچنین به هجوم نیروهای امنیتی به 2 مدرسه دینی در زاهدان و بازداشت 10 طلبه اشاره کرد و آن را توهین‌آمیز خواند. مهسا یزدانی مادر محمد جواد زاهدی از کشته شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی پنجشنبه 23 آذر ماه با دریافت ابلاغیه‌ای برای اجرای حکم 5 سال حبس احضار شد. این مادر دادخواه در اینستاگرام خود نوشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی به او 3 روز مهلت داده تا خود را به اجرای احکام معرفی کند. مادر محمد جواد زاهدی با انتشار تصویری از احضاریه خود در اینستاگرام نوشت 3 روز مهلت حضور برای اجرای حکم خیلی کم است. 3 روز به کدام یک از گلهایم توجه کنم؟ خاک محمد، دختر داغدارم یا پسر 4 سالم. مهسا یزدانی روز 31 مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در ساری بازداشت و در تاریخ 14 مهر ماه با تأمین قرار کیفری از زندان این شهر آزاد شد. فرزند او محمد جواد زاهدی متولد 6 شهریور ماه 1381 و از کشته شدگان خیزش انقلابی است که شامگاه 3 شهریور 1401 بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ساری جان باخت. دانشگاه علوم پزشکی تهران برخلاف پذیرش اولیه از تحویل گرفتن پیکر آفاق خسروی زند شهروند بهایی در گذشته که برای آموزش به دانشکده پزشکی اهدا شده بود جلوگیری کرد. کامران رحیمیان فرزند آفاق خسروی زند روز پنجشنبه با اعلام این خبر در اینستاگرام خود نوشت برخلاف نیت قلبی خانواده ما، برخلاف پذیرش اولیه دانشگاه با اراده ای پنهان همراه با شنیدن این جملات که این خانواده قابل اطمینان نیست و برای دانشگاه دردسر می شود، برگ محضری نیست، از زمان فوت چندین روز گذشته، دانشگاه جنازه احتیاج ندارد، جنازه عفونی است، آفاقمان بدون همراهی ما در خاوران در نزدیکی پدرمان آرامید.
کامران رحیمیان که از سال 1390 همراه با همسرش فاران حسامی و برادرش کیمان رحیمیان به دلیل تدریس در دانشگاه مجازی بهاییان چندین سال زندانی شدند، در ادامه از خاوران به عنوان نماد ایستادگی بر باورها یاد کرد و نوشت به خاطر بسپار. امیر حسین کوهکن وکیل خانواده محمد مهدی کرمی، جوان اعدام شده در جریان اعتراضات سال 1401، از زندانی در کرج با قرار تأمین کیفری آزاد شد. وبسایت هرانا و برخی فعالان حقوق بشر روز جمعه با انتشار این خبر اعلام کردند که این وکیل دادگستری به صورت موقت از زندان کچویی کرج آزاد شده است. برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که آقای کوهکن روز 8 شهریور ماه امسال بعد از احضار به اداره اطلاعات کرج بازداشت شد. هرانا اعلام کرد که اتهامات این وکیل دادگستری تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده است. حمید نیکزاد مشاور وزیر آموزش و پرورش از برنامه ریزی برای راه اندازی مدارس وابسته به حوزه علمی خبر داده و گفته است که طرح پیوند مسجد، مدرسه و منزل توسط وزیر آموزش با جدیت در حال پیگیری است. نیکزاد گفته است که راه اندازی مدارس وابسته به حوزه در دستور کار است و طلبه هایی که توانمندی لازم را دارند جذب شدند که امیدواریم نقشی در ترویج بیشتر فرهنگ ایرانی اسلامی داشته باشیم. از سوی دیگر وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 3000 تن از طلاب و جمعی از نیروهای جهادی، فعالان فرهنگی و قرآنی جذب آموزش و پرورش شدن، مدعی شد که این افراد در آزمون‌های استخدامی کاملا عادلانه جذب آموزش و پرورش شدند. نیکزاد همچنین گفته است که طرح پیوند مسجد، مدرسه و منزل هنوز توفیق لازم را کسب نکرده و یکی از مواردی است که وزیر آموزش و پرورش با جدیت پیگیران است. نقش دستگاه‌های بیرونی در این طرح جدی گرفته نشده و برای خود دانش آموز هم باید نقش تعریف شود. دانش آموز را باید به مسجد وصل کنیم. رسانه‌های ترکیه از تکمیل ساخت بخش از دیوار مرزی بین ایران و ترکیه به طول 170 کیلومتر خبر دادند. خبرگزاری آناتولی روز جمعه نوشت بخش 170 کیلومتری دیوار امنیتی در استان وان در شرق ترکیه در امتداد مرز ایران که برای جلوگیری از عبور غیرقانونی، فعالیت‌های قاچاق و نفوذ تروریست‌ها احداث شده تکمیل شده است. به نوشته این خبرگزاری ساخت دیوار امنیتی و برج‌های دیدبانی در 295 کیلومتر از ایران و ترکیه ادامه خواهد داشت و تیم‌های ویژه فرماندهی گردان جستجو و پاکسازی مین وابسته به فرماندهی مهندسی ژاندارمری آنکارا در حال پاکسازی مین‌ها در امتداد مرز هستند تا ساخت و ساز دیوار را تسهیل کنند. همگان هشمند در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازار می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست.
برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل اعلام کرده که جان نیمی از جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه به دلیل گرسنگی در معرض خطر است، زیرا حملات نظامی اسرائیل به بخش جنوبی غزه گسترش می‌یابد و مردم از تأمین مواد غذایی محروم ماندند. فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل، پنجشنبه 14 دسامبر در ژنو گفت مردم کمک‌های ارسالی با کامیون‌ها را متوقف می‌کنند، مواد غذایی را با خود می‌برند و فوراً آنها را می‌خورند. این نشان می‌دهد که آنها مستأصل و گرسنه هستند. دفتر نخست وزیر اسرائیل امروز جمعه اعلام کرد که دولت این کشور ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه از طریق گذرگاه کرم شالوم را تایید کرده است. در بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده که باز کردن این گذرگاه مرزی باعث ورود روزانه 300 کامیون کمک به نوار غزه خواهد شد. ارتش اسرائیل امروز جمعه اعلام کرد که نظامیانش فرماندهی محلی نیروهای حماس در محله شجاعیه در شرق شهر غزه را یافته و منهدم کردند. بیانیه ارتش حاکی است که نیروهایش در این عملیات برای نخستین بار از پهپادی با نام ماوز در شناسایی و انهدام باند تروریستی استفاده کردند. ارتش اسرائیل روز 24 آذر ماه از کشته شدن یکی دیگر از نظامیان این کشور در عملیات زمینی غزه خبر داد. این گروهبان دارای وظیفه 121مین سرباز است که از زمان ورود زمینی ارتش اسرائیل به غزه کشته شده است. با احتساب 325 کشته نظامی و امنیتی در روز حمله گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه، شمار نظامیان کشته شده اسرائیل تا بامداد امروز جمعه به 446 تن افزایش شد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که اجساد 3 اسرائیلی، 1 غیر نظامی و 2 سرباز را که حماس در حمله 15 مهر ماه به جنوب اسرائیل به گروگان گرفته بود، در نوار غزه پیدا کرده است. به گفته ارتش اسرائیل، پیکرهای الیا تولدانو 28 ساله، نیک بزر و ران شرمن، سربازان 19 ساله توسط مقامات پزشکی، خاخام‌های ارتش و کارشناسان پزشکی قانونی شناسایی شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی حماس، تولدانو را از جشنواره موسیقی سوپرنوبا در فضای باز رو بود. به گزارش تایمز اسرائیل، حدود 360 تن در حمله حماس به این جشنواره موسیقی قتل عام شدند و 36 تن هم به گروگان گرفته شدند. رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل که برای بازدید از نظامیان کشورش در غزه وارد این باریکه شده، روز جمعه گفت که این نبرد هنوز به ماه‌های بیشتری کار تا تحقق اهداف نیاز دارد. او گفت که ارتش به تشدید فشار بر دشمن، کشتن دشمن و ویران کردن آن ادامه خواهد داد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز جمعه در یک نشست خبری در تل‌آویو در پایان مذاکراتی که با سران اسرائیل در خصوص جنگ جاری این کشور با گروه افراطی حماس داشت گفت دولت آمریکا با اشغال دوباره غزه به دست اسرائیل برای دراز مدت موافق نیست. جک سالیوان با اشاره به اینکه آمریکا اشغال دوباره باریکه غزه را کار درستی نمی‌داند، افزود هدف از مرحله جدید جنگ اسرائیل در غزه کادر رهبری حماس خواهد بود. به
گزارش رویترز و رسانه‌های اسرائیل، سالیوان گفت جنگ با عبور از یک مرحله گذار با شیوه جدیدی پیش خواهد رفت که بر هدفگیری دقیق رهبری حماس و عملیات اطلاعاتی متمرکز است. وی همچنین گفت که جنگ جاری به مدت طولانی دیگری نیاز دارد. تعدادی از شهروندان آمریکا از اقلیت ایزدی روز پنجشنبه به رهبری نادیا مراد، برنده نوبل صلح، از شرکت فرانسوی سیمان لافارج به دلیل مشارکت در حمایت مادی از یک کارزار خشونت به رهبری گروه داعش در عراق و سوریه شکایت کردند. اما کلونی وکیل حقوق بشر و لی وولفسکی دیپلمات پیشین آمریکا وکالت این پرونده قضایی را بر عهده دارند. شاکیان این پرونده و خانواده‌هایشان همگی از خشونتی که داعش علیه جامعه ایزدی تحمل کرد جان به در بردند. در شکایت‌نامه‌ای که در دادگاه فدرال نیویورک تنظیم شده آمده که لافارج به اقدامات تروریستی بین‌المللی داعش کمک کرده و با داعش و دستیارانش توطئه کرده و آنها باید به بازماندگان غرامت بپردازند. متحدان الکسی ناوالنی، منتقد 47 ساله رئیس جمهوری روسیه، از ادامه بیخبری از وضعیت و محل بازداشت او ابراز نگرانی کردند. ناوالنی در حالی که دوره محکومیت 11 سال و 6 ماهه خود را در زندان می‌گذراند، تابستان امسال به 19 سال حبس اضافی محکوم شد. دستیاران وی پیشتر و در روز 20 آذر ماه به رویترز گفته بودند که احتمال دارد او از زندان IK6 به مجتمع رژیم ویژه با سختگیرانه ترین شیوه ها در سیستم زندان روسیه منتقل شود. بیش از دو سوم اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به لایحه سیاست دفاعی این کشور رأی مثبت دادند و آن را برای تصویب و امضا از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید فرستادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بودجه 886 میلیارد دلاری موسوم به NDAA که رکوردی در این زمینه محسوب می شود، شامل هزینه های نظامی سالانه آمریکا است و اقدامات دولت بایدن در زمینه های مانند کمک به اوکراین و عقب راندن چین در اقیانوس های هند و آرام را ممکن می کند. مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه را با 310 رأی موافق در برابر 118 رأی مخالف و با حمایت قوی جمهوری‌خواهان و شماری از دموکرات‌ها تصویب کرد. برای تصویب این لایحه، ارسال به کاخ سفید و تبدیل شدن آن به قانون به رأی مثبت بیش از دو سوم اکثریت نمایندگان نیاز بود. این لایحه ضمن تعیین سطوح هزینه‌های دولت، موارد دیگری چون افزایش حقوق سربازان که امسال 52% خواهد بود و همچنین خرید کشتی، مهمات و هواپیما را هم در بر می‌گیرد. رنگ رجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه‌ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1 میلیون ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا.
دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. واژگونی یک قایق حامل 60 مهاجر غیرقانونی در نزدیکی کانال مانش منجر به مرگ یک تن شد. حال یک تن دیگر هم وخیم گزارش شده است. مقامات دریانوردی فرانسه اعلام کردند که این قایق پنجشنبه شب تلاش داشته به بریتانیا برسد که در نزدیکی کانال مانش واژگون شد. بر اساس گزارش‌های رسمی، تلاش برای احیای فرد جانباخته از سوی نیروهای امدادی موفقیت‌آمیز نبود و مصدومی که حالش وخیم گزارش شده هم به بیمارستان انتقال یافته است. بنا به گزارش تازه نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما، قضات طالبان زنان قربانی خشونت را برای حفاظت آنها به زندان‌های زنانه فرستادند. همچنین برای محافظت از زنان قربانی خشونت در برخی موارد تضمین خطی یا کتبی از بستگان مرد قربانی با حضور شاهدان محلی گرفته شده که دوباره به او آسیبی وارد نشود. 23 خانه امن زنان قربانی خشونت زیر نظر دولت و سازمان‌های بین‌المللی در سراسر کشور فعال بودند که بعد از بازگشت طالبان به قدرت بسته شدند. خانه حراج ساعت بید اعلام کرده که 6 پیراهن که لیونل مسی ستاره فوتبال آرژانتین در جام جهانی سال گذشته بر تن کرده بود روز پنجشنبه به قیمت 7.8 میلیون دلار فروخته شد. ساعت بید میگوید که این بالاترین قیمتی است که در حراجی های سال جاری میلادی برای یک لباس ورزشی پرداخته شده است. مسی هر کدام از این پیراهن ها را در نیمه اول یکی از بازی های آرژانتین در جام جهانی فوتبال 2022 قطر پوشیده است. برندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.